سلامم نقاش. سلام بر هدهد جان. وای وای چقدر قشنگه. نقاشی گلا از خودشون خیلی قشنگ تر شده. نه هدهد جان، گلا قشنگن که نقاشیشون قشنگ شده. چی شده هدهد جان؟ از چیزی ناراحتی؟ کاش منم میتونستم مثل شما نقاشی های قشنگ بکشم. هدهد جان باید تمرین کنی، با تمرین و پشت کار هر کاری نتیجه میده. آخه نداره، اگه تصمیم بگیری که نقاشی یاد بگیری و تلاشت رو هم بکنی من بهت کمک میکنم. خیلی خوبه، من میخوام نقاشی یاد بگیرم. قول میدم حسابی تمرین کنم و این گلا رو از خودشون قشنگتر بکشم. از دست تو هدهد. اینجا بکش بالا، اینم برگاش. خوب عجب خوش رنگ شده، به به از این نقاشه. چقدر برگاش خوشگله، بیشتر این پایینش هم نقطه رو بذارم. ای بابا حالا چه وقت وزیدن نسیمه؟ وای اینم که نشد. نگاه کن چی شد. وای ای بابا این دیگه چه نقاشیه. ای وای آخه چرا نمیتونم مثل عمو نقاش نقاشی بکشم. اینجا چه خبره؟ این سر و صدا چیه؟ ببینید نقاشیم چقدر زشت شده، هر کاری میکنم نمیتونم مثل شما نقاشی بکشم. ای بابا منم که از روز اول نقاشیام قشنگ نمیشد. سالها زحمت کشیدم و تمرین کردم، پشتکار داشتم و خسته نشدم تا بالاخره شدم یه نقاش حرفه‌ای. تازه هنوزم باید تمرین کنم تا بتونم نقاشی های قشنگتری بکشم. آخه خیلی سخته همون نقاش. پشتکار هدهد جان باید پشتکار داشته باشی. دوست داری یه قصه درباره تلاش و پشتکار برات تعریف کنم؟ با نقاشی؟ بله با نقاشی. به به عالیه. آره خیلی دوست دارم همون نقاش. پس بذار یه قصه قرآنی رو نقاشی کنی. حضرت نوح علیه السلام از پیامبران خوب خداوند بودن و یکی از 5 پیامبر صاحب کتاب که بهشون میگیم اولوالعزم. حضرت نوح به گفته ای 2500 سال عمر کردند. 850 سال سعی کردند مردم بت‌پرست رو به خدا پرستی دعوت کنند.
اما مردم بسیار لجباز بودن و به بت‌پرستی خودشون پافشاری میکردن. حضرت نوح خیلی تلاش کردن و گاهی وقتا که به مردم میگفتن سنگ و چوب رو پرستش نکنید و خدای یکتا رو بپرستید، مردم به ایشون سنگ پرت میکردن. مردم بت‌پرست حضرت نوح رو به بچه هاشون نشون میدادن و میگفتن به حرفای نوح توجه نکنید، ما باید دین اجدادمون رو حفظ کنیم. حضرت نوح که 900 سال صبر کرده بود تا مردم به اشتباهشون پی ببرن، دیگه کم کم از دست اونا خسته و ناامید شد. از خدای مهربون خواست که خودش کاری بکنه. خدا به حضرت نوح فرمان داد که ساختن یک کشتی بزرگ رو شروع کنه. تا وقتی کشتی تموم بشه عذاب الهی رو برای مردمی بت‌پرست بفرسته. حضرت نوح به فرمان خداوند ساختن یک کشتی چوبی رو شروع کرد. یک عده وقتی حضرت نوح رو در حال ساختن کشتی می دیدن ایشون رو مسخره می کردن. کشتی به قدری بزرگ و محکم بود که ساختنش 200 سال طول کشید. بالاخره با پشتکار حضرت نوح کشتی آماده شد. حضرت نوح برای آخرین بار مردم رو به خداپرستی دعوت کرد. عده‌ای به حضرت نوح ایمان آوردن و عده‌ای دیگه که یکی از پسران حضرت نوح هم جز اونا بود همچنان بت‌پرست باقی موندن. حضرت نوح به پسرش گفت تو فرزند من هستی و نمیخوام به عذاب الهی دوچار بشی. دست از لجبازی بردار و به خدای یکتا ایمان بیاور. پسر نوح به پدرش گفت عذابی در بین نیست، این یک طوفان معمولیه و به زودی تموم میشه. من میخوام برم به قله کوه تا اگه سیل به راه افتاد از سیل در امان باشم. به خدای تو هم ایمان نمیارم. حضرت نوح که خیلی ناراحت بود از خداوند کمک خواست که پسرشو نجات بده. خداوند فرمود پسر تو با بقیه کافرا فرقی نداره، اون به کفر اصرار میکنه و به اندازه کافی زمان داشته که توبه کنه و به خدا پرستی رو بیاره. ای نوح، به تقدیر فرزندت راضی باش که او به خاطر همنشینی با کفار به خدا رو نمیاره. به فرمان خداوند حضرت نوح به همراه پیروانش و یک جفت از هر حیوان سوار کشتی شدند. طوفان سختی در گرفت و آب از زمین جوشید. سیل عظیمی به راه افتاد. کشتی نوح روی امواج خروشان بالا و پایین می‌رفت. مردم بت‌پرست همگی غرق شدند. حتی پسر نوح هم که بالای کوه رفته بود از سیل در امان نموند و غرق شد. حضرت نوح با خودش میگفت ای کاش همه مردم به خدا ایمان می آوردن تا گرفتار عذاب الهی. بالاخره طوفان تمام شد و کشتی در بالای کوهی که در قدیم بهش دودعی می گفتن و الان کوه آرارات نامیده میشه بگیر میشه. حضرت نوح و یارانش در پایین کوه خونه ساختن و زندگی کردن. 2500 سال از عمر پربار حضرت نوح گذشته بود که روزی عزرائیل فرشته مرگ به فرمان خداوند بر نوح نازل شد. نوح عزرائیل رو شناخت و فهمید زمان ترک دنیا فرا رسیده. عزرائیل به نوح علیه السلام گفت من از جانب خداوند مأمورم که روح تو را نزد خداوند ببرم تا در بهشت زندگی کنی. خداوند فرموده که پسر از سام را به جانشینی خود انتخاب کنی. حضرت نوح به فرمان خداوند عمل کرد و به فرزندش سام خبر داد که به پیامبری برگزیده شده. خودش هم با پیروان و خانواده‌اش خداحافظی کرد و از دنیا رفت. ولی قصه پشتکار حضرت نوح در هدایت مردم و ساختن کشتی زبان زد همه بود.
اینم از قصه پشتکار حضرت نوح علیه السلام. خیلی قشنگ بود اما نقاش. منم دوست دارم مثل حضرت نوح پشتکار داشته باشم و از تمرین نقاشی هم خسته نشم. حالا که اینقدر دوست داری نقاشی بکشی، منم الان میخوام بهت یاد بدم چطور یه زرافه رو بکشی. زرافه هم جز حیواناتی بود که سوار کشتی حضرت نوح شد تا از طوفان در امان باشه و نسلش از بین نره. ببینم زرافه رو چجوری میکشن اما نقاش. ببین عزیزم، برای کشیدن زرافه باید یه گردن خیلی بلند بکشی. آره دیگه، زرافه هست با یه پاهای خیلی بلند. آخر سرم باید دومشو بکشیم. عجب زرافه شد. خیز ای بند.